اگر پسر بودم برای رسیدن به هدفان و مستقل شدن از هیچ کار دریغ نمی کردم. حتی شده از کارگری شروع می کردم تا به اون هدفه که می خواهم برسم. سلام به همه بینندگان عزیز، در خدمت ششمین مهمان چالش 20 کسب‌وکار موفق هستیم، سرکار خانم کشبویی که خودشون رو معرفی میکنن. سلام خدمت همشهریان و همراهان عزیز، زینب کشبویی هستم در خدمت شما. خب خانم کشبویی خیلی خوش اومدیم به چالش ما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. اولین سوال ما از شما اینه که شما از چه زمانی وارد فعالیت اقتصادی شدین و تا به امروز اون رو تونستین به کجا برسونین؟ از سال 96 به صورت جدی وارد بازار کار شدم تحت عنوان کیترین، که حالا تهیه فینگر فودا و پارتی فودا و همچنین دکور مراسم و دکور کیک هست. تو این مدت، تو این چند سال، حالا با استفاده از شبکه‌های مجازی و یوتیوب تونستم حالا یه سری آموزش ها ببینم، رسیپی هایی رو که خودم با آزمون خطاهای زیاد بهش رسیدم، حالا چه در مورد غذا خارج، شیرینی و کیک، تا حالا هم تونستم هنرجوی زیادی رو آموزش بدم توی یک سال گذشته و یک کارگاه شخصی کوچیک دارم که 4 نفرم به صورت مستقیم با من همکاری دارم. خیلی عالی. چی شد که سال 96 تصمیم جدی گرفتیم و رفتیم سمت حرفه کیترینگ؟ راستش اون سال تولد یک سالگی پسرم بود و تصمیم داشتم که حالا برای پذیرایی از مهمان ها از فینگر فودا و حالا این پارتی فودا استفاده کنم، که متاسفانه توی یه جهلم کسی این کار رو انجام نمیداد که من بخوام بهشون سفارش بدم و خودم دست به کار شدم، این غذاها رو آماده کردم و دکور تولد همون سال برای پسرم خودم انجام دادم. خودم خب حالا چه بهتر که کیکش هم خودم بتونم درست کنم. کیک رو درست میکردم و به صورت حرفه‌ای دکور نمیتونستم انجام بدم و یک آموزش خیلی ابتدایی مختصری دیدم همون سال 96. کیک پسرم هم خودم تهیه کردم دیگه. از اون به بعد به صورت جدی این کار رو ادامه دادم. بعد اولین مشتری شما چطوری شما رو پیدا کرد؟ یادتونه اصلا؟ بله 100%، چون تا الان مشتری ثابت خودمون هستن و اینکه اولین قدمی که برداشتم داشتم یه پیج ساختم با همین تحت عنوان مای سویت کیچن، تمام نمونه کارها رو پست گذاشتم و از همونجا ایشون منو شناختن. مراسمشون، البته خودشون جهرومی هستن، ولی مراسم توی شیراز داشتن، فینگر فودا رو پیش من سفارش دادن و ما ارسال کردیم به شیراز براشون. خانم کشبویی، الان یه خانم که هم علاقه داره، هم مستعده و هم پشت کار داره، دوست داره وارد حرفه شما بشه، چه مدت زمان طول میکشه که اون خانم به درآمد برسه و چه مقدار سرمایه‌گذاری باید انجام بده و اینکه آیا اصلا به درآمد میرسه؟ خب اول از هر چیزی در مورد سرمایه بگم که قطعا با گذراندن یک دوره تخصصی به راحتی میتونم که مثلا از این حرف استفاده کنم به عنوان درآمدزایی، چون من خودم هم از اول از صفر شروع کردم و اینکه اگر همینجور که گفتیم بخواد واقعا علاقه داشته باشه و پشتکار داشته باشه، میتونم به جرئت بگم که توی یک هفته اول به اون درآمدزایی که مد نظرشه میتونه برسه. چون حالا اینو که دارم میگم با سند دارم میگم، چون توی این یک سال گذشته ما نزدیک به 130 تا هنرجو داشتم که قطعا به جرئت میتونم بگم 80-90% از هنرجوی ما همه مشغول به کار هستن و حتی چند نفر از اونا دارن تدریس رو انجام میدن. آفرین. ولی اینکه درآمدشون قابل توجه هست، یعنی میتونن درآمد خوبیه؟ ببینید، این کلا در مورد درآمدزایی یه بحث گسترده هست، چون که زمانی یک درآمدزایی خوب میشه که
واقعا تو این کار خلاقیت و ابتکارم خیلی خیلی مهم هست و بیشتر از اون پشتکار. اینجوری نیست. ببین آقای رابرت گرین میگه که برای مستر شدن یا استادکار شدن باید 10,000 ساعت شما تمرین داشته باشه، یعنی یه چیز حدود 8 تا 10 ساعت. اینجوری نیست که بخوان سریع به عنوان اینکه حالا یه کار خیلی عالی بتونن انجام بدن. قطعا با پشتکاری که داشته باشن، تمرین داشته باشن، بله. چون میگم ما خیلی خیلی از هنرجوامون باور کن توی یک هفته یا دو هفته اول به راحتی تونستن مشتری بگیرن و خدا رو شکر همه راضی هستن. بله. قبل اینکه شما وارد چالش ما بشید، ما یه بیوگرافی از شما خیلی کوچیک گرفته بودیم و میدونیم که شما بابت نیاز مالی وارد بازار نشدید. خب حالا برای ما خیلی جالب بدونیم که چه لذتی داره کار برای شما و اون قسمت لذت بخش کار شما چیه؟ روز اولی که وارد بازار کار شدم، فقط بیشتر به خاطر علاقه بود، چون که خیلی علاقه به کار داشتم. ولی خب در کنارش که هرچه بیشتر پیش رفت دیدم خب حالا چه بهتر که برای وقتی که داری میذاری ارزش بکنی، قائل باشی و اینکه شما میخوای یه جوری کار رو پیش ببری که چندین نفرم بتونن در کنارت از این کار سود ببرن. اول واقعیتش اینه که از روی عشق و علاقه وارد شدم، ولی بعد و همچنان فقط به فکر این هستم که کارآفرینی بشه برای بقیه خانم ها که بتونن در کنار کار ما اونا هم استفاده ببرن. یه سری سوال هست که تک جوابیه، خیلی سریع جواب. بزرگترین هنرجوتون چند سالش بوده؟ 52. کوچکترینشون؟ 14 سال. از اونجا که میدونم فوتبال ایران رو نگاه نمی کنید، بارسا یا رئال؟ رئال. بعد قرمه سبزی مامانت یا قرمه سبزی مادر شوهرت؟ سوال سخت. خیلی خوب یادتون باشه. هنرجوان اون چی صداتون می زدن؟ زینب جون، کشکویی و استاد. خیلی خوب. آره. استاد هم میگه. میزان تاثیرگذاری اینستاگرام تو فروش تو 90%. خب خانم کشکویی یه مقدار از سختی کارتون رو بگید. سختی کار که زیاده، خیلی وقتا میشه که مثلا به خاطر حجم بالای سفارش هایی که داریم خیلی ساعت استراحت و خوابمون کمتر میشه. مواقع پیش میاد که توی 24 ساعت شاید من حالا بتونم 3 ساعت یا 4 ساعت بخوابم، یه در هفته 3-4 شب هم هست که نخوابیدم و بعد از اون استرس کار خیلی. اینکه حالا یه جوری باشه در واقع، به خصوص تو این شرایط و بازار کاری که هست، که هم کیفیت مواد حفظ بشه، هم که از لحاظ قیمت طوری باشه که مشتری راضی باشه، و بعدش اینکه مسلما وقت کمتری برای خانواده گذاشتم و مسافرت رفتن، تفریح کردن و اینا واقعا خیلی خیلی کمتر شده نسبت به قبل. خب خانم کشکویی، حتما توی این مدتی که داریم کار انجام میدیم یه سری تجربه طلایی داریم. دوست دارم تجربه رو رو به دوربین به مردم به اشتراک بذاریم. خب اول از هر چیزی از تمام جوان ها میخوام که خودباوری رو داشته باشن. خودباوری خیلی مهمه. شاید مثلا وقتی داستان خیلی از افراد موفق رو بشنون بکنم فقط در حد یک داستانه، ولی من مطمئنم وقتی هدفی رو داشته باشه قدم برداری 100% بهش میرسی، البته با پشتکار و عمل. و حرف بعدی با پدر مادرها هست. پدر مادرها بهشون حتما این پیشنهاد رو میدم که فقط تمرکز فرزندشون روی درس خوندن نباشه، در کنارش سعی کنن که فرزندها یه حرفه یا هنری رو چه پسر چه دختر آموزش بدن که بعد بتونن از طریق اون وارد بازار کار بشن.
خانم کشکوی خیلی لطف کردین به چالش ما اومدین. دست شما درد نکنه. از مردم هستم تشکر میکنم که تا اینجای کار ما رو دارن دنبال میکنن. ممنونم از توجهتون. انشالله که صحبت ها برای شما مفید باشه. امید موفقیت. خدا نگهدار. خدا حافظ. و اینکه خانمام چون خیلی به خصوصی وارد حرفه شما خواهدشه. بعد خانم کشکوی چی شد که سال 96 تصمیم گرفتی وارد بازار کیترینگ؟ درست گفتم؟ درست. چرا میخندی بس؟ میخندیدم. خب خانم کشکوی خانم کشکوی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. واقعا صحبتتون عالی بود. ان شاء الله که بقیه میتونن چرا دو میخندی؟ من چش میگردم؟ چی؟ دیگه عالی. با یک دو و اینکه بایدی ندارم.